براتون بخیر هملتی عزیز، انت سر تا سر سرزمین گپ لرستان، به شمال ملایر ناوند تا منطقه ایلام پشتگو، دهلوران تا چهارمحال بختیاری و اندیمش تا گناوا و بوشهر و نورآباد ممسنی و کوکیلیه به رحمت. امیدوارم که خوب خوش و سلامت باید و زندگیتون همیشه پر رونق و خوبی و خوشی بود. ایتو که دونید هویت قومی، هویت خواهی قومی ده طول تاریخ باعث بی خیلی جریانات اجتماعی شکل بیره و باعث خیلی تحولات بید ده کل جهان، ده هر سرزمینی. امروز میخوایم صحبت بکنیم راجع به تحولات سیاسی، تحولات اجتماعی ده تاریخ گذشته تا ایسه سرزمین لرنشین و مناطق لرستان گیاب. من کوچکتون بابک بیاد، تهیه کننده و مجری برنامه، چی همیشه همه خدمتون که صحبت کنیم با مهمون عزیز برنامه و جناب پویا عزیزی، روزنامه‌نگار و شاعر لر بختیاری، که صحبت بکنیم راجع به مسائل و بتونیم که جریان چه قراره. کاکا پویا عزیزی، خوشوای برنامه. کاکا قربانت، ممنون، متشکرم. من سلام عرض کنم خدمت هم بینندگان همه جای سر تا سر بختیاری، هر جا که هدن، سر تا سر لرستان و کوگلویه بوی رحمت و هر جای دنیا که یه لوری نشسته و داره برنامه نبینه و هر غیر لوری. بله، خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید به برنامه. کاکا بوی عزیزی، بیرانی عزیزمون آشنا هدن به جنابالی، از خودتون دنیا خود بیتر معرفی کنید. سیما پویا عزیزی و اسم همونجور که فرمودی، بچه فارسون بختیاری و کارم هم روزنامه نگاریه، شاعریه، سه تا کتاب شعر نوشتم به فارسی، یک کتاب ترجمه کردم از انگلیسی به فارسی که مجموعه شعرهای الکساندر بلوک روسیه، شعر 12 است به خصوص، و یک کتابم به زی مجموعه شعری از پابلو نرودا که به فارسی ترجمه بوده. ممنون کاکا عزیزی. جناب علی، با من روزنامه‌نگار خیلی درگیر بیده با مسائل لرستان و مسائل کلن ایران و به خصوص منطقه لرنشین و با توجه به تحقیق و پژوهش جناب علی در این زمینه، به طور کلی تاریخچه مبارزات سیاسی و اجتماعی مردم لر چینه، یعنی گذشته تا ایسه، تونید یه ذهنیتی به مبین؟ بله، تاریخچه سیاسی اجتماعی لر خب خیلی تاریخچه به قدمت حضور انسان در فلات ایرانه، ولی خیلی روشن بخوایم بررسی کنیم که از کی و چه شکلی این مبارزاتی شکل سیاسی قوم لر در قدرت شکل گرفت، وای بریم سر حمله مغول. از دورانی که مغول به ایران حمله کرد و حکومت‌های مرکزی می ایران تقریبا افول کردن و دیگه قدرتی نداشتن، او دوره به بعد حکومت‌های ملوک و طوایفی می منطقه مناطق مختلف ایران از جمله مناطق لرستان به وجود اومدن که از طریق خانواده‌های پرنفوذ، خانواده‌های پرثروت و خانواده‌هایی که قدرت داشتن تقریبا به عنوان خان یا به عنوان مالک یا بعضی هستونم که خیلی قدرتمندتر بیان و خیلی خسونه یفتری پنداشتن، خسونه شاه هم حتی نامیدن خیلی اوقات، ولی از او دوره به بعد بی که آروم آروم بختیاری ها و لورا هیچ وقت تن به حکومت مرکزی ندادن، هیچ نه لرستان کل منطقه هیچ وقت تن به حکومت مرکزی ایران نداد، خیلی اوقات حتی از جنگ های بین عثمانی و جنگ های بین ایران بعدها استفاده کرد، حتی یه موقع های سمت عثمانی بی یه موقع های متحدی وای با حکومت ایران، ولی استقلال خسته همیشه تا حدودی حفظی کرد، به خصوص بعد از تا دوران سلجوقیه و از دوران سلجوقیه بی که یه مقداری لورا قدرت هاسون کمتر آی و حکومت مرکزی ترس که بینسون نفاق ایجاد کنه و یک
به قوله تقسیم قدرتی کنه که لوران به لور بزرگ و لور کوچیک تقسیم کرد که لور بزرگ شامل بختیاری و لور کوگلوی بای رحمت و ممس سنیوای و لور بزرگ شامل لور لورستان و لور شمال منطقه. تقریبا اون موقع بعد یه 300 سال اینا همیشه در حال جنگ به حکومت مرکزی بیان، هیچ وقتی جنگا به جایی هم نرسید. اینا استقلال خودشون داشتن، حکومت مرکزی همیشه تلاشی کرد که بیا بگیره و نترس که هیچ حرکتی بکنه، تا دوران صفوی رسید، دوران شاه اسماعیل که یه حکومت مرکزی قوی می ایران به وجود اومد. شاه اسماعیل تلاشی کرد که بیاه منطقه لرستان بگیره ولی نترس. آخرین بار که تلاش کرد ملک شاه رستم لور که شاه لرستان نامیده بیخوسته، با بزرگا و اینا یه حکایتیه به هر حالی هم یه متلیه به قول خودمون، نشسته بی و گفتگو کرد و که ما چیکار کنیم حالا، این داره هم یا لشکر سیاه که حمله کنه ما مقاومت کنیم یا باز به صلح برسیم، به توافق برسیم. لشکری هاست گوین که به قول بزرگای لور گوین که ما ایریم سر رست چونو شمشیری زنیم تا بالاخره یا بگیریم اس یا ای نگیریم اس دیگه به سر اس نزنه که به سمت ما بیا. بعد از اون موقع هم دیگه شاههای بعدی مثل شاه عباس و غیره و اینو همیشه با بختیاری و با لور و با ممسنی و با این منطقه لرستان در واقع با اینو وارد یک صلح و یک قراردادهای صلح و آشتی طولانی مدت و کوتاه مدتی بیان، باج و خراج به همی دادن و انعامو که ترسته بودن این منطقه به قوله به عنوان بخشی از حکومت مرکزی حامی حکومت مرکزی داشته باشن، چون لورا همیشه یک نیروی متحد نظامی هم به هر حال همراهشون بی و خیلی مهم به این روی متحد سیاسی. حتی مثلا می دوره افول صفویا و حمله افغان به ایران، تنها نیروی متحد و منسجمی که می ایران مونده بی و با افغانا مبارزه کرد و اجازه نداد که ای حدی جلوتر بیان، نیروی منسجم لور بی و بعد از او هم پیوست به نادرشاه که او به داستانهای بزرگی که نادرشاه به هر حال جنگاوری هایی که نادرشاه کرد یه بخش عمده ایست لشکر لوری که باز بیکرد، مثلا فتح دهلی نگوین که لشکر لوری که همراه نادر بی، نادر یه مدتی محاصره کرد قلعه دهلینه ولی نترس فتح کنه، ولی به هر حال یه شو قشون لوری که همراست پی قشون بختیاری کار انجام داد. حتی بعدتر که کریم خان زند اومد سر کار، اینو رهن سمت کریم خان زند و آروم آروم دیگه تا بعد که قاجار اومد و تا دوران فتحعلی شاه خیلی اتفاقات خاصی نبست. لورا یه مقدار از هم مزمحل آیدن بعد از سقوط زندیه و بعد از لشکرکشی محمد خان تا دوران فتحعلی شاه که اولین حکومت در واقع منطقه‌ای لور دوباره اعلام وجود کرد و دوباره به وجود اومد و محمد علی خان بختیاری. بله محمد علی خان بختیاری و او موقع به بعد دوباره لور قدرت اولیه است به خصوص می بخش بختیاری کسب کرد که حتی نمونه است تریم حالا می دوران مشروطه بعدتر بینیم، ولی خب یه دوران افولی هم همین وسط داشت که دوره ناصرالدین شاه بی که ناصرالدین شاه از طریق زلول سلطون که زلول سلطون فرستا به اون منطقه و یه سرکوب خیلی بزرگی کرد و خیلی با یه لشکر عظیمی اومد و خیلی کشت بختیاری و لور و بعد از او دیگه همینطور کشدار و مریض همی حکومت زل و سلطون بی تا دوران مشروطه اتفاق وست و سردار اسد بختیاری قیام کردی مشروطه اصفهان گره زل و سلطان و حکومت سبین رو و ردن که در واقع سی تهرون و او حکومت مشروطه شرکت کردن و بعدتر هم که بس پیشنهاد شاهی دارن قبول نکرد و او ضرب المثل بختیاری خسخس بدبخت کرد همون چو اتفاق وست. حالا یه سری جریاناتی هم بی که می دوران پهلوی اتفاق وست، پهلوی به خاطری که یه حکومت مرکزی خیلی بزرگ و خیلی منسجم و پیشرفته‌ای در رقابت با حکومت‌های اطراف مثل عثمانی یا حتی در رقابت با غرب درست بکنه
مجبور بی که این شکل ملوک و توایفین به هم بریزه، یعنی شکل قومی قبیله‌ای داخل ایران به هم بزنه و یک ملت واحد به قول خود درست کنه، یعنی دولت واحد، ملت واحد مدرن ناسیونالیستی رو درست بکنه که کشور ایران ملت ایران. روی همین حسابی که یه مقدار زیادی به بختیاری و به لورا ضربه زد، تخت قاپو کرد، اشایر کوچنشینه که رفت آمدی کردن، کوچی کردن، اگر مسیر به سرد سیر یه لاغ قشلاقی کردن، اینو نه یه جانشین کرد، یه دین تبعید دا جایی که زندگی کردن به جاهای دیه و مرکزهای فرهنگی لور، مرکزهای فرهنگی فارس درست کرد که فارسیزه کنه فرهنگ منطقه و تقریبا موفق هم هایی که تا یه بخش عمده ای کار انجام بده. بعدم که با همزمان با وجود نفت و صنعت نفت و به قوله اصلا شکل زندگی عوضای می منطقه، یعنی از شکل سنتی دهقانی دامداری و کوچنشینی عوضای به شهرنشینی و روستانشینی و نتیجه تخت قاپو و شکل زندگی عوضای تا رسید به دوران جمهوری اسلامی و که آنچه که همچیه که بینید هم یا هدیه بله. در از یو نده بله. و توجه با این که این همه روی روی، یعنی دلیل چه بی؟ این همه ملت لور روی روی بود با حکومت که لور راست نورابد ممسنی یا قدم خیر یا محمد تقی خان بختیاری سی اعلام کردن حکومت مستقل بختیاری یا پشکو لورستان خورم آباد و ایلام این درگیری روی روی با دولت سی چه بی؟ یعنی چه دلیلی داشت دولت اینقدر لشکرکشی کنه، اینقدر جنگ شدید کنه، نتکشی کنه، تبعید کنه؟ یه تضاد عمده ای بی بین یه منطقه یه آدم یه مردمی که یه منطقه مشخصی زندگی کردن اسم خودشون اشته بیان لور که اسمشون لور بی و شکل زندگی خودشون داشتن، به هر حال خانواده های مینسون بیان که خانواده های قدرتمند بیان نفوذ داشتن خان بیان و این خانا و به اضافه مردمی که تحت اختیار قوای خانا بیان اجازه نیدارن که کسی دیگه بیرون از این حوزه بیرون ای مردم بیا بسون حکومت بکنه، ولی همین حسابی که اینو مطالبات خسون داخل خسونی خواستن حل بکنن و هیچ وقت اجازه ندادن که بیرون خسون کسی بیاه. مثلا حتی مهمترین است که خیلی کشدار بزرگی هم بی تا یه مدتی حتی پشکوی و از سکنه خالی وای کشداری بی که قشون کشی رضا شاه به پشکو و پشکو لرستان ایلام بله و یه مقدار زیادی آدم کشت. بله ایستو با توجه به که این موارد تاریخی پشت سر هده و ایستو با حکومت جمهوری اسلامی با دولت تازه و سیستم جمهوری اسلامی که فرقی کنه با سیستم قبلی یکن به لحاظی فرقی کنه، حالا چه فرقی کنه سی لور، یعنی او سیستم او رویارویی که قبلا بید با لور ایستو چجوره؟ یعنی ایستو همون رویارویی هست یا به شکلی هنی رویارویی ایکنن با لور؟ رویاروی سیاست ضد لور به شکل دیگه قشونکشی وجود نداره، دیگه هواپیما بلند نکنن بیا مناطق لورنشین بمبارون کنه یا مثلا دیگه خانا وجود ندارن که مردم منسجم کنن که برن مبارزه کنن با حکومت مرکزی، ولی شکل قضیه عوض داره، یعنی که الان حکومت مرکزی از طریق ایجاد محرومیت و ایجاد تبعیض داره لورانه از میدون بدری کنه. شما الان بین می حوزه لرستان بین کدوم کارخونه مهمی حوزه لرستانه، بین چیز مهمی وجود، چه اشتغال زایی مهمی می حوزه لرستان وجود داره، در صورتی که ببینید همه لرستان به او وسعت بزرگی است، چه بختیاری، چه کوگلوی بوی رحمت و چه لرستان بالا یا ایلام، حتی منبع او کشوره، منبع نفت کشوره، ولی کارخونه ها می اصفهانه، کارخونه ها می عراکن، کارخونه ها می یزدن، کارخونه ها جاهای دیگه تهران حتی آره می جای مرکزی، ولی این مناطق نه همه محروم نگه داشتن، درصد بالای بیکاری، درصد بالای تبعیض، درصد بالای فقر و حتی مثلا یه جاهای یه مدارسی هن که هنی اینو ره مدرسه ردن بچه ها سونه آره، یا یه جاهایی هن که می مناطق لورنشین هنی ره ماشین رو نداره
رایی که ماشین بره برسه با هلیکوپتر وای برم برسم بسون. حالا یه سری کارهایی هم البته به هر حال مجبور بیانه بکنن، برق کشیانه، او کشیانه، ولی او سیاست کلی که حاکمه سیاستیه که فقر نمی مناطق، فقر و محرومیت نمی مناطقی که امکان اتحاد دارن و امکان شورش دارن اینو گسترش به و تا حد امکان تا مغز استخونشون وابسته کنه یه خانواده های به سیستم و به نظام. بله، من صحبت هایی گویم که لرستان گپ، لرستان بختیاری، لرستان بالا، لرستان کوکولیا، بورحمد، ممثلی، دلیلش چه بوی که لرستان اینقدر تجزیه بوه به 10-12 استان و این مناطق مختلف و ای که ما ایسه نتاریم بگیم که یک لرستان، یعنی گوی لرستان یک استانیه 7-8 شهر ولی بقیه است نومیهنی ریسه. این دلیلی این تقسیم بندی می دوران پهلوی وایدیه، همون ادامه همون سیاستی بی که عشایر ساکن کرد، مثلا عشایری که از بختیاری و کورنگ ایران یلاغ سون و چوبی قشلاغ سون مجزل ایمون و لالی و مالمیر و ایزبی اوچو اینو همه یه منطقه بی مال خوسون بی ایران رفت و آمد سون اوچو بی منتهای مرزی خطی کشیه مینست او طرف ای مالمیر و مجزل ایمون و لالی و اونو نکرده گرمسی رو کرده خوزستان، این طرف کرده کورنگ، کرده بختیاری. اینو به خاطر یوی که همو اتحاد و همدلی و او شکلی که بین مردم عقب وجود داشت بر اساس سنت‌های قومی و فرهنگی، اولا و به هم بریسه، دوما اینو کوچ روینه یه مقدار زیادی بلن کنار و ساکنان میه منطقه، چون این کوچ روی و بینو اجازه ای دا که منطقه مانورسون خیلی زیاد بود، هر وقت سر به شورشی وردارن یا خون که در واقع به قول حکومت پهلوی یاغیگری بکنن ایترن جابجا بود، ایترن جابجا بود و خیلی راحتی کاری کنن، قشون نتره باسون به راحتی مبارزه کنن. بله، ایسو با توجه به شرایط وضعیت ایسو چجوره؟ یعنی وضعیت جامعه لور به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، مشارکت سیاسی اجتماعی میدونیم که تاریخ چه بی و چه کاری هایی کرد؟ ایسو وضعیت چونه و چه کاری کنه واقعا؟ الان وضعیت تا طوری که بگو که خیلی وضعیت خرابه، یعنی وضعیت خوبی واقعا می مناطق لورنشین نداریم. ما مثلا می انتخابات های اخیری که می ایران آیده بیشترین سهم مشارکت در انتخابات نمی مناطق لورنشین داشتیم، کوگلوی بویرحمد، چهارمحال، بختیاری، لرستان بیشترین تعداد شرکت کننده، درصد شرکت کننده نسبت به جمعیت سه در انتخابات داشته. اینو همه برگرده به سیاست های اقتصادی که بعد از 57 مین ایران اتفاق است. بعد از 57 دیه او و بعد از در واقع اواخر سالهای شاه و بعد از 57 دیه لورا تقریبا ساکن آیدن، دیه زیاد کوچ نشینی به او معنی به جز یه مقدار کمی وجود نداشت و او میزان در واقع حرکت اینو از کوچی رای دیه نترستن کاری ریس بکنن، مهمتر همه یو که دیه او خانه و خونواده های بزرگتر و اونایی که خرد مالک بیان و اونایی که مالک بیان اونا دیه قدرتی نداشتن، قدرت اونو سلبای دیه نترستن به مردم، حالا به زور یا به سلاح یا با وعده یا با هرچی این هونه جمعسون بکنن که یه کاری بکنن. جمهوری اسلامی اومه شکل دیه به کارگره اومه اینونه وابسته به خود کرد، یعنی با او سیستم اقتصادی رانتی که به وجود آورد طبقات اجتماعی نمی همه ایران به هم ره، از جمله می ایران هم طبقه اجتماعی، لرستان هم طبقه اجتماعی به هم ریس است، یعنی او شکل بندی لایه های اجتماعی ثروتمند و میانه و حالا دهقان و دامپرور و خان و خرده مالک اینو به هم ره، یه دفعه عده پایین از پایین جامعه اونایی که حتی نه دهقان بیه نه دامدار بیه، کارگرای فصلی و نمون و فلان بهمان یا چوپون و فلان و بهمان و غیره، اینو یه دفعه از طریق یه رانتای رهن بالا واسطاین، یعنی تبدیل هایم به ثروتمندترین طبقه های اجتماع. این ثروتمندترین طبقه های اجتماع علاوز مالی آره ثروتمندترین طبقه های اجتماع هن. ولی علاوز فرهنگی او
مؤلفه هایی که یه طبقه ثروتمند داره، مثلا طبقه ثروتمند پیشرفته لحاظ فرهنگی داره، اینو نیارن. به همین خاطر به عنوان یک طبقه که هویت خودش رو دست داده و چه حضور دارن و با بقیه هم برخوردی که کنن در واقع برخورد درست اینی کاملا وابسته به حکومتن و مردم ترغیبی کنن به یو که به حکومت وصلاهن و مردم بیچاره و مردم فقیرم راهی ندارن جز یو که از یه طریقی نونی بوارن سر سفرهشون و او طریقا هم کانالای وابسته به رانته که مثلا فلانی به طریق یو که حزب اللهیه حالا 50 تا شیلات داره، فلانی از طریق یو که حزب اللهیه 20 تا کارخونه داره الان یا بچه هاست کارخونه داره، اینو وای برن میو کارخونه هایی که مثلا حالا یا کارگاه های کوچیک یا کارخونه ها یا زمین های کشاورزی که به هر حال با وامای کلانی که هیچ وقت پس داده نوای دارن کاری کنن برن اوچو کار کنن. به همین خاطره که امروز وضعیت اون مناطق ما خیلی وضعیت اسفباریه و این مردم به خصوص نیان و این وضعیت نخون تغییر بن وای واقعا تاسف خورد. بله، با توجه به اینکه این تقسیم بندی طبقاتی به هم خورد و اینکه جابجا بید، یعنی کسی طبقه پایین پولا را آبی و طبقه هنی سقوط کرد، ایسو ایما بینیم که خیلی درصد بالای جمعیت لور حتی جذب دولت انده صنایع نظامی یا نیروی نظامی یا سیپیل و سی حالا معاش روزانه که ببینیم پلیس ارتش سپاه و خیلی کاری کنن و حتی خیلی سون حتی رعدن جای بالا و حتی اون مسئولیتی نسبت به جامعه خودشون ندارن، یعنی او نبینن که او جامعه خودشون به چه وضعی دوچاره و او منفعت اقتصادی خودشونه. به شکل جامعه که عوضای یعنی دیگه طرف مثلا پنج تا بچه داشت، پنج تا کور داشت. این پنج تا کور بالاخره وقتی دیگه دامپروریس نبیده، گوسنه داشته، گانه داشته، زمین داشته که کشاورزی کنه، پنج تا کور بالاخره واسه یه جوری نون بخورن. مجبور آیدن که بره وارد حکومتان، وارد راه‌های اداره هاوان، جذب بسیجان، جذب همچو جاهایوان که ترسته بون کار بکنه. او شکل که به هم ریسه است، هیچی جاست نومه. یعنی نه اشتغال ایجاد نوای به جا سرمایه نومم این منطقه، فقط یه راه های وابستگی، راه های چسبستن به سرمایه هایی که هر از گاهی از طریق رانت به منطقه تزریقی وای در قبال محدودیت منطقه فقط او راه ها بازه، راه دیگه اینی. الان شما نیرو انتظامی نه بین چقدر سلوره، ارتش بین چقدر سلوره، یا می سپاه خود سپاه چقدر سلوره، حتی مثلا خدای محسن رضایی مکوجه را مثلا وای یه دفعه فرمانده فلان و برمان که چقدر جنایت انجام داره حتی می هاو منطقه. بله، اما اتفاقا در منطق لرستان ایسو وضعیت بیکاری، وضعیت فقر، وضعیت زندگی روزمره مردم ناجوره، یعنی منطق روستایی همون منطق بختیاری حتی او دانش آموزه علی خو برن مدرسه و مشکل روبروان و اتفاقا فیلمی داریم روی زمینه، اگر نیدونم اگر اتاق فرمان و فیلمو پخش کنن اما ببینیم و نیدونم آماده یا نه فیلم، بله سیل کنیم و ریس گپی زنیم. بله بیننده عزیز، سیل میکنیم و یک فیلم کوتاه ده وضعیت مردم بچه مدرسه ده منطقه بختیاری که بدونیم بچه وضعی ده نمیکن و مشکلاتشون چینه. آب بابا، واژه‌هایی که این کودکان به خوبی آن را درک کرده‌اند. با گذر از کوهستان‌های سخت گذر و برفگیر شمال خوزستان، چیزندان نمایان شد و شاید چیزندان یا در زندان با مسماترین واژه برای دانش آموزان این روستا باشد، آنها که برای یادگیری آب بابا مرزی نمی‌شناسند. آفرین، مادرش. چند سال رایی ترسیم مدرسه؟ چند سال رایی؟ برای رسیدن به مدرسه همراه آنها شدم. باورم نمی‌شد که هر روز برای حاضر شدن در کلاس درس باید هفت خان رستم را طی کنند. هفت خانی که نزدیک بود مرا هم گرفتار کند. و اینجا میانه راه است، معبری که دانش آموزان برای گذر از آن تنها به نیروی دستان کوچکشان اطمینان می‌کنند.
کلاس چندمی؟ دوم. نه ترسیدی جوری عوادی؟ چرا؟ چرا ترسید؟ چهارم دی دست نخونم. سی چه؟ رم و دیر بی، ای بحث من می آوه به ضربت می جهر رو ببین دست همون چون کمی جهر می جورو با ماوی یه کمکی کنی به بچه هم؟ بله مجبورم درس بخوانم و ما دست هم زخمی میشیم مجبورم برم مدرسه بیام جهر زست جهره یعنی رد میشی اینجوری شدی؟ آه و پدر بزرگ می گفت اما آنها با همه مشکلات باید درس بخوانند. خواهر این روزگار ای که درس هم نخونه و چی هم ندونه سوال بس کنی هیچ خبری نه. آب اولین و آخرین واژه‌ای بود که کودکانی چون اسماعیل، مریم و سهراب در آن آرام گرفتند و آب خروشان هنوز در کمین مریم و سهراب هاست. بله وضعیت دانش آموزی ها در منطقه بختیاری که خوربان مدرسه و وضعیت دارن و باید مسیر طولانی طی کنن تا روان مدرسه. این فیلم قدیمی نیست، زیاد مال همین دو سه سال اخیره در دوره جمهوری اسلامی و دونیم که خیلی سفر میکن مسئولی ها دولتی همیشه و استانی ها لرنشین و هی صحبت میکن که ما این کاری کنیم، این کاری کنیم و این کاری میکیم، این کاری میکیم کسی تو پل درستی کنیم، سد درستی کنیم و این وضعیت و این مشکلاتی که دانش آموزا دارن. بله برنامه امروز صحبت میکنیم با کاکاپویا عزیزی روزنامه‌نگار لر بختیاری و نظر ایشون راجع به این جریان جوی. بله کاکا عزیزی. بله خب همونطوری که میفهمید دلیلش چیه واقعا سی چه مردم لر باید با این وضعیت زندگی کنن با اینکه ایدونی لر بختیاری حداقل زیر پات نفته و سی چه باید این وضعیتشی بود؟ سیو که نفت جیوای حضرات پوری کنه، یعنی حضرات جیواسون خیلی گندهه و پیل نفت هم هرچی ریسه بس پر نیبوه. شما دقت کن به این چقدر بودجه سالانه کشور که نفت ها ایدرا، یعنی هرچی نفتی فروشن حساب کتاب بکنی چندی خالصی مونه که یا انسی بودجه چندیست خرج منطقهی بود که نفت هم اینست ایدرا چیز، یعنی هیچ چیز خاصی درصد خاصی ایو نداره، همه سه برن جای دیگه، برن می تهرونی، برن می شهرهای صنعتی، می تبریز، می مشهد، می جای دیگه کارخونه و کارگاه و غیره سازن، وامای بلاعوض میلیاردی دن، اختلاسی کنن و چیزی که از سیمونه یوه که بچه های کوچیک منطقه بختیاری وای با جهره او ردان سه ساعت طولی کشه تا برن برسن به مدرسه. حالا مثلا یه خبرنگاری کجا پیدا باید رده مثلا یونه دیه، حالا بر چه اساسی هم چه منفعتی می نسبیه که یونه نشون دارنه، ولی خب خیلی جای دیه که واقعا وضعیت به همی بدیه، خیلی ازی بدتره و هیچ کس هم نه به فکر نه اصلا مهمه که این اتفاقای افته، مسئولین هم اصلا خب طبق ماهیتی که دارن اصلا مهم نیستیسون، مهم نیستیسون مرکز کشوره و چاپیدن منابع و ثروت‌های بقیه جا. حتی اوی که می خود منطقه شما این بحران اوی که الان می منطقه بختیاری ای بستقت کنی اوه ندارنی وردارنی برن یزد تونل دوم خط لوله دومی که زنه مقدار زیادی او داره بره، در صورتی که او خط لوله اولی خود بیش از نیاز یزد او منتقلی کرده. الان می ردیف بودجه امسال کلی بودجه اشتنه که خط دوم او بورن که تمام سرچشمه کارون و سرچشمه زاینده رود به هم بریزن، همه او زیستبوم به هم بریزن، کلی مناطق کشاورزی و دامداری و غیره منطقه مانو به هم بریزن. بله. که اوی خبر رسید مرکز سی اصفهان و سی است. بله علی گودرز هم این مشکل. بله. هده و علی گودرز اوشی برن سی خوم و خود روستایل علی گودرز او لازم دارن. بله و هممون دونیم که مشکل چیه واقعا و اینکه چه مشکلاتی گریبانگیر ما و اینکه صحبت کنیم همیشه ایگویم که این مشکلات مونه چه کار باید کرد، یعنی واقعا کار لازمه، کار سیاسی کرد، کار فرهنگی کرد، کار اجتماعی کرد، کار شورشگری کرد، واقعا اعتراض کرد، یعنی باید چه کار کرد واقعا؟ همو سیل کرد و بی تفاوت بید؟ نه سیل کردن و بی تفاوت بیان که تا حالا سیل کردیم و بی تفاوت بیم، حالا اون عده‌ای که سیل کردن و بی تفاوت بیان، ولی به نظر ما هر پنج تا کار، یعنی هم هر پنج تا عنوانی که داری، یعنی هم کار فرهنگی وای کرد، هم کار سیاسی وای کرد، هم گاهی اوقات شورش وای کرد، هم اعتراض وای کرد
و هم کار جمعی و کار گروهی همه با هم. منتها مهمترین مسئله ای که امروز می مناطق لرستانه یو یکی احزاب و گروه هایی که حکومت ساخته و این کلونی هایی که حکومت درست کرده و مردم مینس جمع کرده بر اساس محرومیت، بر اساس فقری که می منطقه حاکمه یه بخش های گرده هم آورده و گل یک جمع کرده، اینون وای مردم صفشونه اینو جدا کنن. یعنی اگر ماهیت رژیم دونن، اگر دونن که همه بلاها کجا سرسونی ها، اگر دونن که بعد یا هم ایو بدتر قرار واهه، صفشونه اینو جدا کنن. اول مشخصا می تمام مراحل زندگی و می تمام رفت و آمد و آمده شد زندگی سون صفشونه اینو جدا کنن. مسئله دوم یوی که ما می منطقه نیاز داریم به یوی که در برابر ای گروه گرایی ای تحزبی که حکومت ایجاد کرده، حزبا و گروه ها و دسته های مختلفی که درست کرده، می بخش های مختلف نیاز داریم. ضرورت امروز وجود داره که مردمی که امروز به این نتیجه رسیده یعنی که دیگه او سیستمو کار نیکنه و دیگه او سیستمو مناسب نیست، ادامه زندگی خودشون و بچه هاسون به یک همدلی و به یک در واقع همراهی با هم برسن که نیاز است احزاب و گروه های همگیری کری این مسائل تلاش کنن، سازماندهی کنن. یعنی شما دقت کن همین مسائلی که اتفاق وسمی بختیاری راجع به اعتراض به او فیلم سرزمین کهن که چقدر زخمی و حتی کشته دا و چندین روز مردم درگیر های موضوعاتی بیان، اگر یه حزب درست حسابی وجود داشت یا یه حزب یا چند حزب یا یه سازماندهی مشخصی داشتی تظاهرات ها و ای شکل خودجوش مردم که ریسستن می خیابون و اعتراض کردن به حقوقشون که زایه واید بی، بالاخره این تئوری علیکی هم تموم نیوار. بله اجازه به تلفن داریم بگیریم و برگردیم سر موضوع. بله کاکا محمد بروجرد ایوارت و خیر سری خط. ایوارت و خیر آقا بابک عزیز، سلام خدمت شما و مهمون عزیز برامتو. ممنون و متشکر. بفرمایید خدمت هستیم. من مخواستم بوم که متاسفانه مرد میما تاریخشون فراموش کردم و ای که مردم ایما اصلا کتاب نمیخونن. مد فضای مجازی که گشت مدیم متاسفانه طوری بیا که نفاق ایجاد کردنده مین مردم لور که بعضی از سایت ها بعضی صفحات فیسبوک مدیم که اصلا گوتن بختیاری لور نی، بختیاری بختیاری لور نی. این متاسفانه باعث شرم ایما لورا باید با ای که ما داریم اتحادمون رو دست میم ایجوریه که نفاق بینمو ایجاد ما. متاسفانه الان مثلا به شهر بروجردم، بروجردی ما ایما لور نیستیم، اونگی ادم ما لوریم. متاسفانه فرهنگ فارسی وارد مناطق ایما بیه، لور ستیزی باعث وارد مناطق ایما بیه. هی ایجوره که متاسفانه مردم ایما در لور بیان خوش و فراری هن و فرهنگ بیگانه فارس مخوان بقبولن به خوشو. اما خو یه مشکلی ما که داریم لورا اینه که خومون قبول ناشتیم. یعنی البته نه ما بایی تقصیر خوب مردمه، متاسفانه بعضی مردم ها ناگاهن، ولی خود در کل اگر ایما خومون باور داشتیم به قومیت خوم و ملیت خوم فکر کنیم به پیشرفت خومو، میتونیم که در آینده بتونیم تاثیرگذار بودیم سی ملت لور. و یه مشکل دیگه که ما داریم تلویزیون مستقل لرزوو که رفتی به مستقل باید حکومت ناریم ما که بتونیم مشکلات مناطقمون رو بویم یه مقدار اتحاد ایجاد کنیم. من همینجوری تشکر میکنم از مسئولین کانال نوروز تیوی که تونستن با این برنامه خوش و شما آقا بابک عزیز تونستید که یه مقدار این فرهنگ لوری بتونیم احیا کنیم در منطقه لرستان. بله کاکا محمد ممنون نظراتت و استفاده کردیم و امیدواریم که این مطالبی که موید به شما عمل بپوشیم و هممون وکسیش کار بکیم و روز به روز وضعیتمون رو درست‌تر بکیم. آقا بابک عزیز یه پیشنهادی داشتم. خواهش میکنم. اگر برنامه خود این برنامه تو واقعا قشنگ بی، واقعا ما از صحبت‌های مهمون برنامه تو بسیار استفاده کردیم
مطالبی که واقعا دل مبی مهمون برنامه تو گفت. اگر برنامه ها تو رو همین منوال با خیلی بهتره که به منطقه لورنشین مربوط با. متاسفانه مهمونایی که دعوت میکنید بعضی از مهمونا تو اونقدر که باید به مناطق لورنشین و لورستان بپردازن و مشکلات ایران بپردازن. بله خیلی ممنون از پیشنهادت، سعی میکنیم که استفاده بکنیم در نظرت و بیشتر راجع به لورستان صحبت بکنیم و مطالبی که الان برای هر مهمونی آزاده و خوش دونه که راجع به چی صحبت میکنه، موضوع برنامه مشخصه و به هر حال ما سعی میکنیم که همه جور نظرات مختلفی در برنامه داشته باشیم. ممنون در تماست. خیلی ممنون، سپاسگزار. متشکر، خداحافظ. بله آقای پویا، راجع به مسئله سیاسی و او چگیری سازماندهی سیاسی و احزاب سیاسی، گفتیم که مردم بختیاری که اعتراض کردن سی فیلم سرزمین کهن که توهین بهشون کرد و اینکه حزب سیاسی نبید که راهنمایی کنه و حتی اینکه طرفداری کنه. ما دیدیم که خیلی حزب سیاسی ایرانی که وابسته به جریانات فکری مختلف و سوء استفاده کردن در جریان و خیلی معروف دان ریس، یعنی چه اهمیتی داره این سازماندهی سیاسی، سازماندهی سیاسی لوری، سی مناطق لورنشین، سی مناطق خودشون که این حرکت ها را انجام بدن، چه اهمیتی داره واقعا؟ اهمیت حیاتیه در واقع، یعنی به زندگی و به آینده همه ما مربوطه. ولی او چیزی که خود شما فکر کنم خیلی خوب وارد این موضوعه ای و بس واقفی و ای که ما می همون قضیه دیدیم که یه سری جریاناتی از بیرون حمایت کردن یا فراخوانی دادن یا اعلام می‌کردن فلان جا فلان بهمان جا شورش کنید، نه اونم اسلحه بردارید فلان کنید بهمان کنید، بدون اینکه خودتون سازماندهی مشخصی و داخل داشته بودن که عوامل خودتون یا حتی نیروهایی داشته بودن داخل که خودتون دست به این کار بزنه یا حتی اعتراض کوچیک سر یه میدونی درست بکنه و فقط از بیرون یه شعاران دادن و راه به جایی نبرد. مردم هم دیدی که برخوردهایی که مردم داشتن با این موضوع یا بی که آقا بیانیه نایید نه اونم فلان نکنید، ما خودمون دونیم چیکار کنیم، ما نیاز به حمایت های جوری شما نداریم. خب جریان های معلوم الحال مشخصی اندیه، یعنی مثلا طرف سابقه مشخص سیاسی نداشته که نداشته، مثلا نهایت پادو محسن رضایی بیه بعد برداشت اومده چون با یه سابقه کیفری مجرمانه بسیار بزرگی مثلا این منطقه بختیاری برداشت اومده خارج کشور رحمی حوزه سلطنت طلبا واید ایران با. خب بعد یا بدون یه ذره سواد سیاسی، بدون یک ذره توان تحلیلی شرایط کشور، با یه نگرش لومپنانه همه اینه به بازی مسخره فرای برای که رحم به جایی نبرد، هممون هم دیدیم همه چه برخوردی باز کردن و جز تمسخر و غیره چی ناشی، مثلا جریان های سلطنت طلب مثلا یا به هر حال اینو شکلی که داشتن مردم واقعا دیدی که چه برخوردهایی کردن و عدم پذیرش مردم دیدن. به همین خاطره که او چیزی که قبل موجوده امروز می مردم داخل منطقه لرستون اینو پذیرش نداره واقعا و او چیه هم که داخل مردم نتره سازمان بده به جزو بخش حکومتی است، در نتیجه ضرورت یک یا چند حزب داخلی که داخل واقعا حالا یا خارج یا داخل که توان ارگانایز داخل داشته بودن، توان جمع کردن داخل داشته بودن، همدل کردن داخل داشته بودن امروزه و یه واقعیتیه که دمری هممونه، یعنی هر کسی که خومی سیاست این منطقه فعال بوده و نقشی ایفا کنه یا سیس مهم دل سیسوسه وای بره بیسن. بله اجازه به تلفن بگیریم و برگردیم. بله محمد علی گودرز، عبارت بخیر. الو سلام علیکم آقا باش. سلام، عبارت بخیر کاکا. خوش سلامتی بخورم. ممنون، سلامت بای. خوش الحمدلله. ممنون، متشکر. قربانت، سلام به مهمون گرامی. قربانت، چه بکنیم به دست این رژیم؟ واقعا لرو اگر بخون، کلن همه کار بکنن. به خدا قسم اونو عدد و ارقام نیست که بخوام قلب لورون بگیرم، ولی چه بکنیم که مثلا یه جا دست اونو بس کردنی یه جا نتنه یه عکس العمل رو انجام بدن. بله
درس تو بنده مثلا یه جورای وابسته تو چه یه جورای کشونده نسونه پایین نترن به خدا. مثل اول اگر بون اتحاد داشته بون و این حکل حکلا که مهمون گرامی گفتار پیلا نفت و نمیدونم این همه سرمایه اون به کجا؟ بله کاکا محمد وزیر حالا هم من یه رژیم یکی ورگانه ها هم من یه لرو بود یعنی هیچ کس نتره یه رژیم ورگانه. بله کاکا محمد وضعیت علی گودرز ایسه چجوره؟ به خورون خیلی بعد مردم به خدا در تنزل هم در نداری هم فشار را بوده به مردم. بله به نظرتون چه کار باید کرد کاکا محمد؟ سی پیتر بیان روزا ها؟ به نظرت چه کار باید کرد؟ پیشنهادی داری؟ ما با دست بریم به دست یک بخور وایسا ز طریق این تلویزیون تو و مردم صحبت کنیم. هیچ کس این رژیم نتاوی علمای لرون خواهم و دست بریم به دست یک این همون این فاستدانه که دنبال همه گندکاری گردن ز رژیم بر کنار سو کنیم. بله خیلی ممنون، امیدواریم که به هر حال دست بریم به دست یک و مشکلاتمون رو حل بکیم. ممنون ز برنامه خوب تو و ز مهمون گرامیتون. ممنون به تماس جناب علی، عبارت به خیر و شادی. بله بله کاکا پویا، راجع به مشکلاتی که مردم دارن و علی گودرز منطقه بختیاری نشینه و علی گودرز خیلی منطقه محرومیه و حتی آوش انتقال دن به قوم و خیلی مشکلات سیسون پیشوه. بله اون منطقه درود و ازنا و حتی اون منطقه ریواسکون علی گودرز و خیلی منطقه فقیریه و اینکه به هر حال بخش جامعه بزرگ لور نشین. راجع به تشکیلات سیاسی لوری و لزوم یک تشکیلات سیاسی لوری درست بوده و سازماندهی بوده، این تشکیلات حول چه محوریه؟ ممکنه سوال سی بینن یا پیش بیا که این تشکیلات رابطه است با دولت مرکزی چجوره، با مردم ایران چجوره و یکم روشندتر چه نوع سازمانی، چه نوع حزبی و حول چه محوری؟ خب این که چه نوع حزبیه، چه نوع سازمانیه و حول چه محوریه، نیروهایی که میخوان درست کنن در واقع وای همچی تصمیم بگیرن که حول چه محوری، ولی یه شکل کلی از سیبو کشی که بگوییم که مثلا با ناسیونالیزم کلی در ایرانی، ناسیونالیزم خون پاک آریایی معمولا، خب به حال همه ما زاویه داریم، فکر کنم که همه لورابایی مسئله زاویه دارن با فارسیزه کردن همه مناطق، همه قوما، همه ملیت ها، فارسیزه کردن همه سون، همه با هم مشکل دارن. لورا هم نسبت به خودشون طبعا ری همین حساب مشکل دارن. مسئله دوم تصویه حساب کردن، خط کشی کردن با گروه ها و شکل های حکومتی که وجود دارن و اینا همیشه سعی کنن با امکاناتی که دارن، اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی و امکانات مالی و نظامی و غیره، تأثیر بلن اینونه به هر حال وای باسون خط کشی کرد. و مسئله بعدی اوه که ما به هر حال اگر بخوایم یه حوزه به اسم حوزه کشور ایران فعلا که حکومت جمهوری جنایت اسلامی بس حاکمه، بخوایم یه همچین کاری بکنیم که مقابله کنیم به تنهایی، حالا به قول کاکا محمد که گفت فقط لورا ترن، اینو نه، فقط لورا نیان، همه کسایی که می مناطق مختلف زندگی کنن، اتحاد همه اینو، از جمله اتحاد داخلی لورا، اتحاد داخلی هر کدوم ای قوما و ملیت ها، همه که همه با هم ترسته بوین به وجود بیارن او ارگاناسونه و می همگرایی کلی شکل زندگی نمی اون منطقه، شکل حکومت نه و شکل زندگی نمی اون منطقه عوض کنن. ما حرفمون امروز راجع به مناطق لورنشینه به خاطر اینکه مناطق لورنشینی ضرورت احساس نکردیم. چرا؟ مثلا ما حزب داشتیم، حزب ستاره بختیاری یکی اولین حزبایی بیه که ایران اصلا تأسیس شده، جز اولین حزبایی بیه که اون منطقه تأسیس شده، ولی امروز ما نداریم واقعا چیزی که جایگزین کنیم که ترسته بوه او، قدرت داشته بوه او، توانایی نمی جمع کردن مردم دوره یک داشته بود. بله اجازه بدید تلفن یعنی بگیریم و ادامه صحبتیامون. بله کاکا محمد درود، این سری خط کاکا وارد و خیر هر صدامون مشنوی، این سری خط
کاکا محمد درود. یه سری خط برار. بله متأسفانه قد بیاد تلفنمون. با کاکا بوی عزیزی صحبت میکنیم راجع به لزوم تحزب در مناطق لرنشین. تحزب سیاسی و تشکیلات سیاسی. بله کاکا محمد، کاکا پویا، ما چند کاکا محمد داشتیم روی خط یکی دیگه. بله این جریانات سیاسی و این تشکیلات سیاسی که درستی بود برخودشون با دولت به چه شکله؟ یعنی ما سابقه داریم مثلا حزب ستاره بختیاری اشاره کردید، حزب ستاره بختیاری با دولت زمان به شکل کلی یعنی این حزب اگر تشکیل بوه و اگر سازماندهی سیاسی بوه این تا زمانیه که دولت عوض کنه یا تا زمانیه که خوش زندگی کنه این به چه شکله؟ یعنی سی خوش درستی کنه یا سی عوض کردن درستی کنه و سی انقلاب یا سی عوض کردن دولت؟ درسته، سوال درستیه. منتها گم خواهم طوری که قبلا گم کسایی که حزب درستی کنن وای برنامه ریز. ما فقط ضرورت یا ندونیم که یه همچی حزبی وای درست ها، ولی اونایی که ایرن پا درست کردن است به هر حال وای اینا هم بینن که برای سی چی درستی سی کنن این حزب نه و قراره این حزب چه چی آینه عوض کنه و تلاش کنه سی عوض کردن چه چی آی. خب از جمله مهمترین چیزایی که آره یه حزب وای سازماندهی وای که ترسه به حکومت هم عوض کردن حکومت تاثیرگذار بوه. دوم یو که اگر حکومت کشید پایین به هر حال کلیت اتحاد حکومت هم کشی پایین بعد چه برنامه‌ای داره سیو که حکومت بعدی ای ظلم و ستمی که محرومیت و در واقع شکلی که امروز به تمام این مناطق ایران تمام قوم‌ها و ملیت‌های ساکن ایران داره این کار انجام میده از زمان پهلوی تا الان این شکل نشه جوری تر عوض کنه. آیا مثلا یه حکومتیه که از طریق حکومت فدرال ای خوب به رسمیت بشناسه اینونه، حکومتیه که از طریق حکومت شورایی خوب اینونه به رسمیت بشناسه یا نه خود مختاری خوبه، اصلا اتونومی خوبه، همه اینو خیلی مسائلی هن که همه قدرت هایی که او لحظه قدرت های سازماندهی شده او لحظه میسنه اینونه تعیینی کنه. امروز ما خیلی نتریم اینونه ترسیم کنیم که آره چی و چرا تریم ترسیم کنیم، ولی خب یه رویایی بیش نی، یعنی چیزی بیشتر از دو که بله. فقط حرف سه بزنیم نی تا به صحنه عمل نداره. بله تلفنی هنی داریم میریم. بله کاکا منصور درود، تی سری خط برار، عبارت بخیر. الو سلام، ایوالا خودتو بخیر، خوبی دارم؟ ممنون و متشکرم. زنده باشید، قربان شما. آقا ما چند ساله که الان یه سرودی ها خلق لوری ما تو درود داشتیم تو استان درستان کلن الان کلن اونو به بین رتنن، یعنی هیچ آثاری بشون نیست که الان یه سرود خلق لوری مثلا نوازنده با تو هیچ جای دنیا. حالا اگر شما دسترسی دارید بهش، اونا شور دارن. بله بله کاکا منصوری سری خط. بله اگر دسترسی دارید بهش یه تو تصمیم رو پخش کنید. زنده بود ایشالا. بله حتما حتما. بله استاد شکارچی اجرا کنن موسیقی حالا شما خودشان اتنا داشتونید ما سرودی خلق لور ما خیلی هن. بله 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 درسته. و چند سال قبل استاد علی اکبر شکارچی و بله. چند گروه موسیقی ایرانی اجرا کرده زنده باشید ایشالا. زنده باشید برامت و خسته هم نباشید، قربان شما. ممنون ممنون و متشکر در تماستون. عبارتون بخیر. بله کاکا جمشید هست روی خط برار. الو کاکا جمشید هست روی خط در دنگی ما میشنوی. بله متاسفانه قد بیا تلفن با کاکا جمشید. بله جناب عزیزی راجع به تحزب و جریانات سیاسی اما ببینیم که خیلی مردم لور با گروه های مختلف سیاسی کاری کنه، مثلا هر گروهی هر طیفی فلان و خیلی آسون، یعنی تعهداتی دنبالی کنن و اهدافی دنبالی کنن که یعنی فراتر مسئله لوره یعنی مسئله کلیتر مطرح کنن. و حتی ما فعالین لور داریم که کارل سیاسی لوری کنن و فقط مخصوص مردم لور کنن و حتی کار فرهنگی کنن. این روابط و برخورد ایما با مردم چطور باید بود؟ یعنی چه رو در روی ایما با مردم و با احزاب سیاسی، یعنی حزب سیاسی هنی که وجود دارن، مثلا هر حزب ایرانی و هر حزبی که هست
در چه شرایطی اپوزیسیون یا حزب اپوزیسیون بله اپوزیسیون در چه شرایطی و با چه وجه مشترکی با چه اهداف مشترکی اینو فکر میکنین میتونن حرکت کنن وجه مشترک خب وای ببینیم که چه حرفایی داریم چه موقعیتایی ولی مهمترین وجه مشترکی که داریم بگیریم یه که هممون به یک حداقل‌های پایبند بودیم حالا او اپوزیسیونی که کلن می زمین‌های مختلف راجع به ایران فعالیتی کنه یا یه مناطقی از خاورمیانه فعالیتی کنه او اپوزیسیون ما یه برخوردی وای باس داشته بودیم او اپوزیسیونایی که می منطقه لورنشینن یه برخوردای دیگه ما وای باسون داشته باشیم یه بویم یه اپوزیسیونایی هم هدن که اینو کلن غیر از ملت واحد دولت واحد هیچ چیز دیگه‌ای نه به رسمیت نشناسن یعنی مهمترین مسئله سیسون یوه که یک حکومت مرکزی در ایران وجود داشته بوده یک دولت مرکزی واحدی در ایران وجود داشته بوده و ملیت کلی ما همه ایرانی بوده و این مرزها چارچوب این مرزهای قراردادی جغرافیایی به همین شکلی که هه به هر حال حفظا اینو حتی اگر جمهوری اسلامی سیسون وجود داشته بوده بهتر از یوه که یه حکومت فدرال یا یه حکومت اتونومی حتی یه منطقه وجود داشته بوده که مردم یه منطقه اینه نجات بره بله اجازه بدید تلفن دیلیم و ادامه بحث میگیم بهتون بله ادریس ده نروژ یه سری خط الو آقا ادریس ده نروژ ارسده مانمشنوی یه سری خط بله ارتباط متاسفانه قطع به امر مشکل تلفنی پیش اومد سیمون بله میفرمایید به هر حال اینو مسائلی هستند که وای به رسمیت شناخت یعنی مسئله که مهم امروز می همه جای دنیا تعریف ما از ملیت تعریف ما از دولت امروز خیلی از کشوران از جمله ایران همه جای دنیا به عنوان کشورهای کثیرالمله شناسن یعنی کشورهایی که چند ملیتی قوم‌ها و ملیت‌های مختلفی مینه زندگی کنن به رسمیت شناختن این مسئله یه مسئله خیلی مهمیه امروز سی همه نیروهای مدرنی که مبارزه کنن می صحنه مبارزه و حرف دارن امروز سی و نه کسایی که به کلیشه‌های سیاسی وابسته اینو کلیشه‌های سیاسی ناسیونالیستی و این مسئله خیلی مهمه امروز که مد نظر قرار داده و که ما دیگه نتریم واستیم می ایران ریه پا و بگوییم که می ایران یک ملیت وجود داره و اون هم ملیت ایرانیه و چون با گسترش مطالعات و غیره امروز همه دونن که ملیت یا ناشنالیتی با حکومت و با کشور به معنی کانتری و با غیره همه متفاوته کانتری یه جای یک سرزمین قراردادیه که مینس ممکنه ناشنالیتی های مختلفی زندگی کنه و او ناسیونالیسم رضاخانی ناسیونالیسم غیره و او حکومت مرکزی ارتجاعی اسلامی فعلی اینو همه مسائلی هن که فقط به خاطر تمرکز ثروت و تمرکز سرمایه‌داری شکل گرن بله درست هست یک کشور و ملیت ها مختلفی زندگی میکنن بله تلفنی هنی داریم میگیریم و بله کاکا حدید کرچی سری خط عبارت به خیر الو سلام خوب هستین شما ممنون سلامت با. سلامت باشی من میخواستم در مورد همین چیزی که صحبت کردی در مورد حزب و اینا صحبت کنم خواهش کنم ببینید این که شما میگید یک حزبی باید وجود بیاد که لوری باشه این اصلا به هیچ وجه هیچ سودی نداره یا یک حزبی که ما بگیم آذری باشه یا کردی باشه ما اگه یک حزب بزرگی داشته باشیم برای تمام ملت ایران که تلاش بکنه برای آزادی همه مردم ایران برای بزرگی ملت ما برای سرفرازی ملت ما این خیلی خیلی موثرتر خواهد بود این چیزی هم که شما میگید که ملیت با کشور و اینها متفاوته اینها هم یک سری حرف های احمقانه است که این کسانی که خرج شما رو میدن کسانی بله. که به شما وقت اصفانه. میدن روی شبکه بله. بیان این نظر شخصی بله قد میخواییم بگید که قد شد ها میخواید شما اگر یک ذره محبوبیت داشتید در این کشور اگر یک ذره در همین لرستان که من لرم پدرم لرم مادرم لرم بله. ولی بزرگ شده تهران اگر یک ذره نظرتون رو گفتید و ظاهرن که جناب علی دوست دارید خیلی منطقی صحبت بکید و میخواید که فوش بید و
خیلی با فحش صحبت کنید و حالا اینکه خرج ما رو کی میده شما نمیدونید و ما خودمون میدونیم خرجمون از کجا در میاد با کاری که میکنیم و تلاشی که میکنیم و به هر حال نظرتون رو گفتید ممنون، ولی دوست داشتیم که خیلی مؤدبانه و خیلی محترمانه صحبت میکردید. بله کاکا بیا نظر جناب علی راجبه صحبت‌هایشون اصلا نیاز به پاسخگویی نداره. ایشون مشخصه که به هر حال از چه جبهه‌ای و کجا داره حرف میزنه و اونقدر هم متاسفانه توانایی منطقی صحبت کردن درش وجود نداره، شبیه همون کسانی که حمایتش میکنن. ما اینقدر نشستیم منطقی داریم صحبت میکنیم، تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، حرفمون هم همیشه همینه. ولی متاسفانه دیگران هم اگر از این فرهنگ یک مقداری برخوردار بودن، امروز وضعیت کشور ما یک چیز دیگری. بله ممنونیم. راجع به ملت واحد، دولت واحد، ملت واحد، دولت واحد سی چه اهدافی و چه ضرری به ما رسونه؟ ببین ما سی بررسی موضوع های برگردیم به تاریخ. ملت واحد، دولت واحد می اروپای زمانی شکل گره و می ایرانم به همزمان بدتر سی زمانی شکل گره که بعد از دوران فئودالیسم و انقلاب صنعتی و غیره ای که می اروپا اتفاق واست، ای کشورهایی که جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم گذرونده بیان مرزهای مشخصی پیدا کرده. این مرزهای قراردادی بسته وای به هر حال با کشورگشایی‌هایی که کرده بیان، با به هر حال جاهایی که رای بیان و تصرف کرده بیان، آخر دست تکاری مونده بی سیسون، مرزا مشخص های به فرض همین مرزا کردستانه که 4 تیکه 5 تیکه، مثلا لورانه که 2 تیکه، یه بخش سراوور یه بخش موندیور، یا مثلا عروانه یه بخش قد کرد می کشورهای مختلف. یعنی اون ملیت با توجه به مرز سیاسی کشوری یعنی حاصل باقی مانده امپراتوری بی دقیقا. یا حکومت گپی بی که دقیقا. من و او باعث بی که ملیت برو اساس شکل دارد. منتها بعد که اینو او شکل کشور به وجود اومد و حکومت‌های مرکزی به وجود اومد میون کشورها، بر اساس جنگ قدرتمندانه‌ای که کرده بیان، قشون منظمی که وجود داشت، تمام مناطق تصرف کرده بیان، یه حکومت مرکزی مشخصی وجود داشت. این حکومت مرکزی مشخص وظیفه داشت که سرمایه‌ای که می کشور وجود دارنه به حد اعلا گسترش بده، چون سرمایه‌داری اوروزام در حال گسترش بی و در حال تولید بی. اینو به هر حال شکل پیش بردن با ناسیونالیسم. نمونه های مختلف هم همون دوران ها، از همون دوران در بین جنگ ها، بعد جنگ ها و قبل جنگ ها، تری بینی مثلا خب هیتلر، موسولینی، حکومت هایی که می آلمان به وجود اومد، می فرانسه، می انگلیس، می ایتالیا به وجود اومد، حکومتی که می عثمانی به وجود اومد و حکومتی که می ایران به وجود اومد یا غیره، همه اینا به همون شکل تاریخ هست تریم بررسی کنیم. اینو منجر به یه وای که یه سری ملیت های تحت ستمی به وجود بیا، این آدمایی که تحت ستم بیان در حکومت های مرکزی، مکانشون جدا مونده بیا، یه جای دیگه ای از بقیه هم ملیتاسون و می حکومت جدید بسون ظلمی وای که نه شما یک ملیت واحدید، شما همتون عراقیید، همتون ترکیید، همتون ایتالیاییید، همتون فلانید و به اینو ظلمی وای، حقوقی که لازم داشتن بسون نرسید. ولی بعدتر این مسئله می اروپا برطرف های، مثلا یک کشوری مثل کشور سوئیس 3 تا ملیت 4 تا ملیت 3 تا زبان به رسمیت شناخت، حکومت متفاوت تری وای، و یک کشورهایی هم می آسیا همچنان که همچنانه بر همون تبل قدیمی ری همون تبلوی کوهن و هنی هم که هنی مردم ما، او فرهنگی که نهاد به زور به اسون نهادینه کردن دوران پهلوی و بعدتر می دوران آخوندا، هنی ری همون تبلوی کوهن مثلا میگم ملت واحد و ملیت واحد. ما ملیت واحد اصلا نداشتیم. ما تا دورانی که ملوک و طوایفی بیم ایران، تا قبل از رضا شاه حکومت ملوک و طوایفی بیم، ما ملیتی به اسم ملیت ایرانی اصلا وجود نداشت. از ایران وجود داشت، کشور ایران، هر موقع هم که نیاز بی همه اینو ایران، ایران به عنوان ایرانی ایران دفاعی کردن، ولی چیزی به عنوان مناشنالیته ایرانی وجود نداشت. لور بیان مردم کرد بیان، آذری بیان، بلوچ بیان، غیره بیان. و بعد از این اتفاقات که به وجود اومد، رضا شاه مجبورای که به خاطر او حالتی که میخواست به کشور به حالت مدرن به قول خود به کشور به و همگام با سرمایه‌داری جهانی، مجبورای که ملیت واحد و دولت واحد درست کنه و هنی هم که هنی ما هممون ملیت واحد و یه دولت واحد داریم. بله با توجه به نقش حضور لور جامعه ایران
در کشور ایران. خب کم کار نکرده ملت لور و خیلی دستاورد داشته و خیلی جریانات اجتماعی و سیاسی ایران لور تغییر داده. جنبش مشروطه، یعنی نقش گپی داشته. نقش داشته بله. جنبش مشروطه و قبلش و بعدش حتی در جنگیایی که بی و خیلی داستانیا. ایسه لور خب فرهنگ خوش و سیخو کار کنه و این چه مشکلی داره؟ یعنی سیچه باید یه کسی که ایگوی ما هموطنتونم و ایگوی ما نیدونم ما افتخاری کنم به تو که تو لوری یا با من هموطن خود ایدونم این سیچه باید ناراحتی بود وقتی که لوری ایخو اصلا حزب سیاسی درست کنه و ایخو من نقش داشته سیاست خوش و سیاست کشورش و اجتماع کشورش چه مشکلی داره و چه ضرری داره کسی خودش رو همولایتی دونه بعد یعنی چه گرهنه ای حزبا و این گروه ها سی همولایتی های دیه چه مشکلی ایجادی یعنی کنه؟ یعنی چه مشکلی ایجادی کنه که کسی که لوره نقش داشته و نقش سیاسی منجامه و نقش اجتماعی منجامه با توجه به طرز فکر خوش، با توجه به فرهنگ خوش، با توجه به منابع خوش و تصمیم گیری راجع به خوش و این چه مشکلی داره؟ حالا ما فکر کنم که مشکلی ایجاد نیکنه، یعنی حضور حزب حتی اگر به قدرت برسن که خیلی بهتر، اگر هم نرسن هیچ مشکلی ایجاد نیکنه، مگر یو که یه عده‌ای که وابسته به یه منافع مشخصی می سیستم فعلی، یعنی یه منافع مشخص اقتصادی، سیاسی و مالی دارن می سیستم فعلی و اینو چرا اینو ناراحتی بود؟ حالا چه لور بود چه غیر لور؟ خیلی ممنون، برنامه‌مون تمومی بود و اینکه ممنون تشریف فرمای جناب علی. خواهش می‌کنم، من تشکری کنم از شما که به هر حال برنامه خوبی ترتیب دادید از نوروز تیوی و دستندرکارهای نوروز تیوی که شرایط فراهم کردن که در خدمت مردم بودیم. بله خیلی ممنون، امیدوارم که برنامه هنی استفاده کنیم در مطالب جناب علی و حضور جناب علی. ممنون، متشکرم. بله بیننده عزیز، برنامه‌مون تمام بود و امیدواریم که همیشه مردم لور همیشه دست به دست یک نقش پررنگی داشته و جامعهشون و در عرصه سیاست، در عرصه اجتماعی و ای که فعال بوان نلن که او وضعیتشون روز به روز بدتر بود، وضعیت اقتصادشون درست بکن، وضعیت فرهنگی، وضعیت سیاسی و مشکلاتشون رو حل بکن و امیدواریم که تمام اینو یه روز درست بوه و این ملت هم که حق گپی دارن در سرزمین و جغرافیه کمی هم نارن و جمعیت کمی هم نیستن بتونن که خوشون تصمیم بیرن حداقل و اینکه نقش خیلی گپی داشته باشن در عرصه اجتماع و سیاستشون. ممنون که تماشا کردید برنامه خودتونه و امیدواریم که در برنامه هنی بتونیم برنامه متنوع هنی درست بکیم و در خدمتتون بودیم. تا ای باره هنی به خدا گپ می‌سپاریم.